خب ما آریا رو بیاریم. آریا درود به شما جناب نوابی عزیز، صدامو داری؟ بله بله خوب هستید؟ مرسی، شما خوبین؟ قربان شما. خواستم یه نکته اشاره کنم آرمین جان، اگه دقت کرده باشی تو این چند سال اخیر به لطف روشنگری های شما جناب زئوس آقای سلیمانی امیری، خیلی از دوستان دیگه تعداد ایتیستا داخل کشور به شدت داره افزایش پیدا میکنه و متاسفانه رژیم کنونی اسلامی هم بیکار ننشسته. مخصوصا توی این چند وقت اخیر ما یک کانال های خیلی خوبی داشتیم داخل تلگرام، اینستاگرام، بچه های اتیست می اومدن که روشنگری های خودشون رو به اشتراک می ذاشتن و آگاه سازی می کردن، ولی ما متاسفانه داریم می بینیم تک تک دارن حالا یا فالووراشون می ریزن یا چیزاشونو میزنن، پیجاشونو میزنن، کانالاشونو میزنن، که این واقعا جای تأسف داره و مشکل هم براش پیش میاد. خواستم از دوستان خواهش کنم اگه دارید روشنگری ارزم به حضور تو پیجی چیزی دارید تو اینستاگرام، تلگرام، خیلی محافظه کارانه تر سعی کنید باش کار کنید، یه وقت مشکلی برای تو پیش نیاد. من نمیدونم این چه دینیه که خودشو حق مینامه، خودشو میگه ما دینمون تکه، ولی میترسن حتی یه انتقاد کوچیکم بشه، یه وقت یکی شک کنه، یه وقت یکی باهاش روشن بشه. من نمیدونم نظر شما چیه آرمین جان. اگه دینی حق باشه پس چرا میترسه نقد بشه؟ من نمیدونم واقعا، این برام سواله. من یه شوخی که با بعضی از دوستانمون میکنم، میگم که ما داریم سنت پیغمبر رو دنبال میکنیم، برای اینکه محمد هم رفت توی بت قریشی‌ها رو شکوند، با دینشون مخالفت کرد، خب ما هم داریم همین کارو میکنیم. اتفاقا ما خیلی محترمانه تر این کارو داریم میکنیم. ما محمد وقتی بت شکنی کرد، بت رفت مثلا ملک مردم رو به زور ازشون گرفت داغون کرد. ما حتی وقتی قرآن سوزی هم که میکنیم یا قرآن که پاره میکنیم، قرآنی که خودمون رفتیم با پول خودمون خریدیم داریم این کار رو میکنیم، یعنی هیچ وقت قرآن کسی رو ازش نگرفتیم. یعنی خب این اگه محمد میتونست این کار رو بکنه، چرا با ما مشکل داریم؟ ما بالاخره ما از شما بیشتر داریم. دقیقاً همین جوری که میگید، بله درسته. خدا رو حالا ما میگیم که به لطف جمهوری اسلامی خیلی هم برامون داشت، ما رو مغزامون رو خودمون رو توی فشاری گذاشت و که ما بریم حقیقت رو واقعا جستجو کنیم ببینیم چیه. ممکن بود اگه ما این فشار رومون نباشه و دنبال حقیقت نریم و نفهمیم تر این داستانای محمد و حسین و علی و تقی و نقی چیه واقعا. درسته. آره این خیرم برامون داشت واسه آینده ایران. آینده ایران هرچی مردم روشنگرتر باشن، هرچی فکرشو آزادتر باشه، قطعا به ایران هم کمک بیشتری میکنه و همین دیگه. صحبت دیگه ای نداشتم. البته این حرفی هم که داره خیلی درسته، برای اینکه اگه اینا خیلی نگران این هستن که مثلا مردم غیر مسلمان بشن به خاطر کار ما، اینا باید برن خود جمهوری اسلامی رو سانسور کنن، چون هیچ کدوم از ماها به اندازه جمهوری اسلامی نتونسته مردم رو اسلام ستیز بکنه. یعنی اگه میخوان برن بزرگترین دشمن اسلام رو برن پیدا کنن که اون رو سانسور کنن، باید همین جمهوری اسلامی رو هدف بگیرن. بله کاملا حرف تو درسته. یه مشکل دیگه هم هست، این بچه های آتیست رو من میبینم یه جورایی انگار فکر میکنن واقعا آتیست یه دینه، خودشون میگه مثلا دینم آتیسته. بابا یکی نیست بهش رو بگه عزیزم اگه ما قرار باشه که اینو دین بنامیم، پس همون دین اسلام یا مسیحیت چش بود که ما گریز کردیم اومدیم رو آوردیم به آتیستی. آتیست یه طرز فکر، درست آرمی جان؟ یه طرز فکر روشنگرانه است. نه آتیستی فقط یه عدم باور به یک به خداست، فقط همین، هیچ چیز دیگه نیست. درست. بله.
و نه ولی من خوشم میاد اینا که اینا به ما تهمت دین میزنن، برای اینکه به طور غیر مستقیم دارن قبول میکنن که دین بده. یعنی اینا میگن شما هم یه دینی، یعنی یه یعنی چیه پس دین بده؟ پس شما یعنی اینکه بخوام به ما فوش بدن که بگن به ما یکی مثلا بی خدای دینه، اینا به طور خودشون دارن یعنی قبول میکنن خب پس دین یعنی بد، اگه دین فوشه پس دین بده. خب خوبه، پس شما هم قبول دارین که دین بده. درسته، اینم بس، اینم یه طرز فکره. بله من مزاحم نمیشم بار میجا، اگه دوست دیگه یه هست پلا بیار. نه نه یه ساعت شد، من اینا رو سعی میکنم یه ساعت نگه دارم. خوب خوب بود که تو هم آخرین نفر بودی، مرسی آریا جانم، لذت بردم از عزیز دلمی، خوشحال شدم. آرمین جان جان، این تیم قدیمتون خانم ترمه و دوستای دیگه تیم قوی بودن، داشتید کار میکردید، مناظره میکردید، اگه کنی روال برگرده به سابق فکر کنم بازدیدمون بهتر بشه. خب من از لحاظ شخصی به من گفتن که خیلی شیر نکنم با شما. من رابطه خوبی دارم هنوز با تیم قبلی، ولی خب مشکلی هم به وجود نیامده و اتفاق بدی هم نیفتاده که، ولی خب بالاخره زندگی خصوصی اتفاقی میفته و بقیه مجبورن برن کارهای دیگه بکنن. تیم الانمون هم که خیلی عالیه، بابک و یاسر و افشین دارن خیلی فعالیت میکنن. من اونا تیم قبلیمون هم عالی بود، تیم الانمون هم عالیه، ولی من فقط میتونم برای که شما خیالتون راحت بشه اینو بگم که ترمه به دلایل خوبی، یعنی از خصوص اینو به من اجازه داد که بگم، اتفاق بد به خاطر اتفاق بدی مجبور نشد بره، به خاطر اتفاق خوب تو زندگی شخصی مجبور شد بره، برای اینکه برنامه خیالشون راحت بشه اینو به من اجازه داد که بگم. خیلی هم خوب، امیدوارم که مثل همیشه قوی و پر انرژی به کارتون ادامه بدی. خوشحال شدم از هم صحبتتون. ممنون، فعلا خداحافظ. من فقط یه چیز کوچیکی هم توی لایو چت بگم. آرش من الان یه نفره اینجا هستم، من میگه آرمین کامنتار رو میبینی، خب من باید هم من مغزم اونقدر که شما فکر میکنین کامپیوتری نیست، من نمیتونم وقتی که بابک اینجا نیست سخته من هم گوش کنم، حواسم باشه که کسی که اینجا هست، من الان سه تا سکرین جلومه. خب شما تو لایو چت هم انقدر فعال شرمنده، اگه بعضی از کامنتار رو میبینم بعضی از کامنتار رو نمیبینم. تازه یه پرایوت چت هم هست که کسایی که منتظرن دارن کامنت میذارن، یه لایو چت هست، سه تا سکرین هست، شرمنده اگه من بعضی از این کامنت ها رو نمیبینم. خب الانم دیگه بریم، من از این برنامه ها زیاد میذارم. من توی تویتر فعال نیستم، این بابکه که تویتر پیغام های شما رو روی تویتر میبینه. من از این اگر امروز نتونستیم بیارین، من بازم از این برنامه ها میذارم گفتگو با شما. البته هفته بعد همین موقع من یه سوتی دیگه امیدانا رو براتون میذارم. رائفی پورم به من گفتن میخوام بعضی از برنامه هاش رو ریویو کنم، اگه میخواین برنامه رائفی پور رو ریویو کنم، اگه میشه خودتون کامنت بعد از اینکه این لایف تمام شد برای من تو کامنت تو همین بذارین، و اگه میشه یه برنامه های رائفی پور رو نگاه پیدا کنین، اونایی که میخوام من ریویو کنم زیر 20 دقیقه باشه، یه برنامه بالای 20 دقیقه رو من اگه بخوام ریویو کنم یک ساعت بیشتر طول میکشه. خب هی میگن آرمین چرا فقط امیددانا رو ریویو میکنی رائفی پور رو پیدا نمیکنی؟ من رائفی پور یک کلیپ های 2 دقیقه‌ای پیدا کردم یا 2 ساعته، من باید یه چیز 20 دقیقه‌ای خوب پیدا کنم که جالبم باشه، که اگه میخوای انقدر انتظار داری من اینو بیام ریویو کنم، خودتون بیان برای من پیدا کنین بگین که چی رو ریویو کنم، کامنت هم همین زیر این ویدیو بذاری من بعدا میام چک میکنم. قاسم چی داره میگه؟ نه خب ما انقدر هم که شما فکر کنیم پول نداریم که انقدر هایر بیان بکنیم. این قاسم داره میگه ویدیوهای رائفی پور طولانیه ولی میشه یه 10 دقیقه از ویدیوهاشو مرور کرد، لزومی نداره کلاشو مرور. خب قاسم جان اگه میخوایم پیشنهاد کنیم، من که نمیتونم 2 ساعتشو گوش کنم بیام این 10 دقیقه رو پیدا کنم، اگه میخوایم پیشنهاد بکنین اگه یه ویدیو 2 دقیقه‌ایه بگین که از اینجا تا اینجاش ریویو کن، یعنی زیر همین ویدیو کامنت بذارین بگین که مثلا این از دقیقه 150 تا 100 از میگم 150 از دقیقه 1 ساعت و 50 تا مثلا 2 ساعت 2 ساعت 2 شو مثلا ریویو کن، یه همچین حالتی به من تایم استمپشو بدین. خیلی خب فعلا
محسن رو حذف کنید. محسن دارید چی میگه که حذفش کنید؟ نه من اینجا الان نمیتونم چک کنم چه اتفاقی دستوری لفت شده. من برم فعلا. مرسی از همه، عالی بود، مرسی از وقتی گذاشتی، ممنون ممنون از شما. اینم برم بخونم، من خیلی میخوام الان باید برم، ولی دوست دارم با شما یه ذره دیگه وقت بذارم. این آخرین حرف میخونم. رائفی داره به عنوان علائم ظهور سرچ کنی بالا میاد، فکر کنم 20 دقیقه داره. خب به عنوان علائم ظهور آخه اینو فقط من باید با بابک این کار کنم، چون من فقط میتونم بخندم به این حرف. خیلی سخته برام اینا رو نقد کنم، یعنی باید بشینم همینجوری پاپ کورن بیارم با شما بخندم. خیلی برام عجیب، نمیدونم چجوری نقد کنم اینا رو. باش حالا سعیمو میکنم. ولی فعلا خدا ابلیس حافظ همه شما.